اومدیم با فری استایل های زیرخاکی رپ فارس که هم خفنن هم هیجان انگیز و یه سریاشون هم فانن. سلام دوستان هیپ رپ، چطورین گنگسترا؟ من منتالم، من موینم و به کانال یوتیوب رسانه هیپ رپ خوش اومدین. خیلی خوش اومدین آقا. یه سری زیرخاکی ها از تو انباری واسهتون درآوردیم که پشماتون میریزه. برو بریم. خب بچه ها بریم با اولین فری استایل زیرخاکی از بهرام که کمتر کسی دیدش. برو بریم. همه چی تو دست منه مثل دم گربه، چیزی که کنترل نمیشه حس شب جمعه. اونایی که گنده دوست داشتین کوشین پس گوشه یه سیاه چشم یه جای کوچیک هست، همه چی رو برعکس میگیری. گوشه سیاه چشم یه چیزی هست، فکر کنم عشقشو داره میگه دیگه، اینقدر گریه کرده یعنی ولی... به خون تبدیل شده. آره پلی کن. چه پانچی زد، میگه من بزرگ نمیشم آدم ها میشن کوچیکتر. فقط اون داداش اون تشمه شیخ داده. حاجی تو کل این فری استایل ها یه سری افراد هستن که کلا نمیدونم چرا هستن ولی هستن. آره اصلا هیچ اثری هم دیگه ازشون نیست. آره ممکنه طرف همین ویدیو رو الان داره نگاه میکنه اصلا تو سن 60 سالی. آجی چقدر استایلش خفن بوده و اصلا کلا خفن بوده و هست. اصلا میدونی اصلا یه جوری داره میخونه پشمات میریزه، موهای تنت سیخ میشه، میگی بابا ایول دمت کم. تازه با این کیفیت، کیفیت کم ولی خب دیگه عالی. چی پانچ آخرشو بزن عقب یکم. تو خیلی گلی اگه من آبت بدم. آره یعنی تو با وجود ما ارزش داری، تازه اگه کسی باشی. آره بچه ها این فریستایل بهرام بود، نظرتون رو بگین، از یک تا ده به بهرام نمره بدین. خب بریم سراغ دومین فریستایل زیرخاکی سم. خیلی سم، از حسین تویی، هیچ کس، تتلو و آرش ای پی. من باورم نمیشه. بریم. اولین بوسه ما چه قشنگ بود، زیر نور ما همون موقع بود که عاشق شدم، تو رو بردم به اوج رویا. رایمش حالا دمش کرم اون موقع خب... حاجی تو اون موقع باحال بوده. آره اصلا اون زمان حسین تویی خیلی رابطه ها رو اوکی کرد. آره، رابطه آره. هیچ کس و زد بازی رو حسین تویی اوکی کرد. حالا درسته الان تو رپ کب رنگه ولی دمش کرم، ولی قافیه آخریش داداش نمیخورد. یعنی ما هوینا بعد از آخر میگی اوج رویات. آره دیگه بریم بریم بریم. وای چی گفت حاجی؟ هیچ کس تو کلیپ های قدیمیش باید گوش بدی، اون صحبت های ریزش خیلی جالب داره. خیلی خوب. وایسا یادم بیاد. آه هیچ کس توی بدخواه داری یا ننش بالا خوشی دور بدخواه های من همش بارا باسه خیابون خط کشیه تو من کردم زیر نکته خط میکشم خوشرمنده اگه زیر سسول سروش خط نکشیده دلگیر نشو چشتا به دیگه. به 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 آجی چقدر قدرت رپش خفنه. خیلی قویه اون موقع. بعد داره ترک منم همینطور رو میخونه. این ترک یه جورایی دیس به خالتورا و مثلا ساسی مانکن و حالا خالتورای اون زمان. آره دیگه میگه یه جا گفت ننت بالا خواد اگه فلانی ننت بالا. بریم. حاجی میگه بده پایین دیگه، مثل این که هماهنگ کرده بودن. آره نمیدونم کی گفت ولی مثل این که هماهنگ کرده بودن این دیر شیشه رو داد پایین. سناریو بده پایین دیگه شیشه رو جنگل هیچ کس تکیه داده ماشین صندوق بالا تتلو شیشه رو بده پایین. حالا بریم. نفته من دو دسته گوشت هفاها
چه صدایی تو سر شده دست با بیا دست بذار تو دست با وقت تلف نکن که حیفه بیا نزدیک تر که امتا باسته ما به حیشه ولی صداش تو چه صدایی داره تتل آرش ای پی آرش ای پی اصلا یه نظر پاس کن این چی کار میکنه این واسه درسته اون موقع خیلی با رپ کنان میپرید و کلن زیرزمینی حساب میشد دیگه ولی بعدش که اومدن الان کیه اون که باش میخونه آرش ای پی و مسیح خب خیلی الان مجوز و کنسرت و اینا عجیبه واقعا از اون ور داری نگاه میکنی حسین تویی و هیچ کس و تتلو خارج از ایران این اینجا به این صورت چی میگه حالا؟ کجا بودی این وقتی دستان بودش برا ماست بود جمع خالص با مستفان خندیدی یا گفتی برا با یه نگاه همین ایوان فکر کنم واسه اینکه زایه نشه گفتم ایوان شبیه تتلو میخونی یعنی فهم میکنم یه جورای دوست داشته شبیه تتلو باشه دوست داشته آره ولی خب یه فکر کنم دو سه کلمه گفت که اینا هم دیگه بهش حال دارن ایوانی بهش گفتن دیگه خب بریم سراغ سومین فری استایل زیرخاکی از پیشرو هیچکس و آتور اون به در خانه ما پیال رفت دیگه دوستن داره خواب نه شب تگی بشی سر جا شدی تازه باره خود درگیر تشکیل خانه بقیه در و شیست ساره پسر چقدر ترکیب فکر کن الان اینا چقدر گنگ بودن بعد اصلا مدل موی پیشرو رو ببین بابا تیشرتشو ببین تیشرتشو ببین تا زانوشه بعد ترکیب اینا رو فکر کن الان بیان کار کنن فکر کن همین الان پیشرو هیچ کس فیت بدن آتور بیت بزنه دیگه اصلا هیچ خیلی گنگه بعد از زیرزمین هم هست اون پرده بالا رو ببین پنجره قشنگ زیرزمین خالص زیرزمین به معنای واقعی خالص برو بریم جالبه هیچ کس داره از تو آشپزخونه است فکر می‌کنم داره پشتش شماست داره بک با قافیه داره پرشید پشتش شماست آره داره قافیه‌های پیشرو رو می‌زنه و سر این ویدیو من دقیقاً یادمه تلویزیون یه برنامه‌ای ساخت به نام شوک نمیدونم چند سال پیش آره بود آره مربوط به شیطان پرستی آره که اومدن در مورد رپ گفتن آقا رپ شیطان پرستی و چه می‌دونم از این چرت و پرتاست و دقیقاً همین فریستایل رو گذاشتن تو تلویزیون گفتن ببینید اینا شیطان پرستن ببین چه تیشرت گوشادی تنشه مگه آدم معمولی تیشرت چرا اینقدر ورجه ورجه میکنه و فلان خیلی میکنه. آره دقیقا یادم اینو مات کرده بودن به عنوان ویدئویی از شیطان پرستا وای آجی تموم شد چقدر دلم تنگ شد حقیقتا واسه گذشته رپ فارس خداییش ترکیب رفاقت پیشرو آره رفاقت پیشرو هیچ کس این مهمترین موردش فهم کنم یکی از اصلی ترین دلایلی که ترک های قوی می اومد بیرون این بود که کنار هم بودن یک سره آره یعنی همه با هم بودن آره دقیقا الان میخواد یه فید بسته بشه اینه که اون کشور اینه که اون کشور با چه سخت میشه دیگه راه دور فید دادن آره حسه از بین میره اصلا آتور میکروفون دستش داره بیت باکس میزنه پیش رو داره میخونه هیچ کس داره از اون یه داستانی هم هست این دیس و دیس بازی ها نبود دیگه اگه همه میخواستن با هم رفیق باشن دیگه این داستانش هم هست شما نظرتون جذابیت خودش باش موافقی تو کامنت بگی بریم با چهارمین فریستایل زیرخاکی از یاس و آتور وای آجی یاس حاجی این هنون مال موقعیه که تتومتو هم نداشته هیچی خب آره و جالبیش اینه که این همون خونهیه که فریستایل قبلی بود آره همونه ولی لباس آتور از این ور فیلم گرفته اون از پنجره ها گرفته بودن الان از این ور آره از این ور داره میگیره و احسان آتور اون زمان خیلی تاثیرگذار بود و فکر کن واسه بهرام پیشرو یاس آره بیت باکس میزده حیف احسان الان نیستی
بریم. حاجی فکر کنم پیشرو هم اونجا نشسته. آره آره آشپزخونه‌ش همونه دیگه، کابینتاش آره. همون رنگیه. پیشرو هم اونجا فکر کنم نشسته. ولی سروش نیست فکر کنم. فکر کنم سروش پشت مشت. شاید پشته یا نیست اونجا. ولی مطمئنم بودن دیگه، چون حالا بعد هم فیت یا سویچ کس در اومد قطعا بودن. همه با هم بودن. باشه یه حتی سیم برداری هاشون رو ببینید چی الان تلویزیون افتاده این زیر. چقدر استایل یاس فرق میکرده، چه فلوبازی داره میکنه. اون زمان آخه کمتر فلوبازی میکردن رپ کنه دیگه، چون رپ تازه اومده بود و سخت بود. همه سعی می‌کردن فصل بخونن دیگه. نه همه سعی می‌کردن خیلی آروم بخونن دیگه، یه چیزی بخونن که بتونن از پسش بر بیان. بعد اینجا نه یاس... نسبت به پاپ میگم سعی می‌کردن فصل بخونن آره، که بشه رپ. نسبت به پاپ آره، آره، ولی مثلا به خود رپ کنا دارم میگم، وقتی همه داشتن آروم می‌خوندن آره، آره، آره. و یا فلوبازی کمتر بود متوجه شدم منظورت. آره به به تمام شد اینم. یه نکته دیگه توجه کردی چقدر صدای رپ کنا فرق کرده؟ اصلا یاس اون موقع با بیم با بیم آره با بیم با بیم که یه دنیا مقایسه کنی که دیگه فهم کنم خب خدا فرق کرده. ما هم 20 سال دیگه صدامون خیلی فرق کنه اصلا شما. دیگه تفاوت داره. دمشون گرم. بریم بعدی. پنجمین فری استایل یه خورده فان و خنده‌دار رو بردیم از پیشرو و هیچکس و تتلو. مطمئنی یه خورده؟ یه خورده بیشتر. یه شب برگ کردیم انقدر خوردیم که گفتم سرود بینکم بشه قایم کردیم. سرود بینکم بشه سرود اجازه ده بیان سرود وای سلام داردی بچی. ترک بکس سروشه اون موقع نمیدونم حالا پخش شده بوده بکس سروش یا نه، همون ترکی که خیلی قدیمیه و جدیدن هم ایپاپولوجیست ازش سمپل گرفته کارش. این کله تتلو الان اومده این ور بلگ آره تتلو آجا حالا نوبت اینه توی خیلی محافظ نوبت اینه بس این رب کنه چون شده سفیده فرقه رب کنه چون شردش سفیده. آقا این شورت سفید سروش هیچکس مدت ها توی فیسبوک و اون زمان فیسبوک و اینا خیلی ترند بود و همه میگفتن تیک کلام شده بود اصلا شورت سفید سروش هیچکس. بین من و تو همه اینه میتونین صدام کنین گرگ نما قیافم کری کمی به گرگ شبی دارم پا میذارم تو سن 20 هنوزم رو دست من. حاجی دارم پا میذارم تو سن 20 صداش اینه. 19 سالش بوده بشون. بعد میگم پدر رپ فارس نیست. خب نیست آره من کسی نیست لات نیستیم لات بی خطر میتونی صدام کنی که بیت بی خطر سین ره واف شین وقتی که من نفتیم تنه همه خفه شیم بچه گل به ها میدونه سهن است منو تو که نالو ندیدم رشت سهنو به تو فیضا در نیاره شاخ باشی تو تکیون کن بگو نازی دیران رو دوست دارم همون تا که در اضافه بچه بل نمی کنه خوندن و اونا دارن یه تک داره میخونه یه تک داره میخونه به کمره میبندم من همیشه خوابو حتی که میمونم تا بشم عصبانی بعدش چیزشم. وای اون عقبیه چقدر گنگ کیه دیگه گنگا رو دور خودشون جمع میکنه. آقا خیلی خفنه واقعا. تکستش هم جالب بود من داشتم گوش میدادم تکست جالب بود. این اصلا ترکه آره. یه ترک خیلی قدیمیه سوش هیچکس اسمشو یادم نمیاد و نمیدونم هر ویدیو که دارم نگاه میکنم فقط دلتنگ میشم واسه اون دوره. ششمین فری استایل رو از حسین براتون آوردیم که واقعا زیرخاکیه، اصلا حس میکنم از زیر خاک فیلم گرفتن چون تاریک هم هست اصلا دیده نمیشه فقط صداشو باید گوش داد. بریم. این غمنامه نیست یه ضربه طلبه دیگه هر کسی منی چراغ زرد و بلده باز فهمیده باشی خیر سر تاقلی چشاتو باز کن و تو هم بشو واقع بین ما گه گدار نماز صبح رو میخونیم تن و فرقینه نیست جای مه رو پیشونیم. آجی اون تایم خیلی حسین تکساش محتوا محورتر بود تا الان قبولی یعنی الان بیشتر تکنیکاله بیشتر رو فلو رایم و ایناش کار میکنه ولی اون موقع خیلی لیریکار بود با اینکه اینا فهم میکنم حداقل ما رو 15 سال پیشه کمی کمش. منم مثل تو هم مسلمون از نوع شیعه یه پا زلفقار
حاجی داره کلا مذهبی میخونه یا من متوجه نمیشم این آخه همون تایمی که تتوه روی گردنش هم یا علیه رو زده بود؟ آره آره دقیقا همون ماره همون دورانه تازه اون تتوه رو زده بود که خیلی تتوش وایرال شده بود و اینا فهم که ماره همون تایم باشه اما جی اندازه چیه؟ ماها مرد عملی نه یه پی که سواره اما تو چی؟ یه نقشی که غیر محاله الان شیش دیقه کردم قشنگه نه شما ریش که میذاری ما این مزنه چند بگذاریم ما توبه نسل قدیمی مردان قرن من چه وصف عجیبی هنو پی ثواب دنبال اهل یتیمی یا که فیض رب داره به کیف زمینی به 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 بال بود چقدر تکسش قشنگ بود تکست هم داشتا یعنی مفهوم داشت حالا بچه شما با این حسین حال میکنید حسینی که بیشتر شعرش قوی تر باشه یا با حسینی که بیشتر فلو رایمش و تکنیکش قوی تر باشه حتما واسه ما بنویسیم بریم بعدی خب ستون و هفتمین فریستایل زیرخاکی رو از قاف و ایچکس آوردیم که ته ته گنگستری و خفنی و بعدش رسوندن دیگه چشکم بود میگن جی شده قاف مگه چیش کم بود آخه قاف بهتره مگه جی بد بود میگه سیاست تغییر اسمم کم نه دلیلشو خواهی فهمید دادا فرینم حاجی این میگه جی چش بود قاف رو آوردیم و این داستان ها این داره اشاره میکنه به اینکه علی جی بوده بعد آره. با این موزیک خودش رو با قاف معرفی کرده دقیقاً لقبش اول علی قاف بود آخه همه‌شون یه اسم دیگه ای داشتن دیگه حالا آره دیگه. سر این میخوام یه ویدیو دیگه بسازیم مثلا رضا پیشرو تریپاک بود کلا علی قاف هم علی جی بود و با این موزیک دقیقاً اسمش رو عوض کرد نه جی بشه قاف تا که فارسی شه اسمم که نفس رپ به فارس راضی شه قسمت این بوده من باشم حاجی این گردن بند تو گردن قاف فکر کنم 6 کیلوه خب 5 6 کیلو آره بعد جالبه این دوتا لخ نشستن بقیه کرک و پر ریزون دارن نگاهشون میکنن اصلا جای صحبت نداره جرأت میکنه مگه جلوی قاف و سروش هیچ کس بعد همینجوری بشید اینجوری بعد بشینید بفرمایید شما بنده بمونه قاف واسه همیشه تو مغز دلمونه اگه جی نیستم دارم پوست میندازم ولی مد میمونم چون خوب نیست واسم ترک گذشته من که خودم به گفتم همه مبهوت این شدن که من که تور میکروفون رو تاب میدم همه هیپنوتیزم میشن و بهم قاف میگن به جو این که خواب برن و تب واقعا نمیدونم حاجی یه جا گفت من این که میکروفون رو تاب میدم و فلان و خیلی لفظه خیلی قبیه ترکش خیلی اسمش فهم میکنم به میگن قافه اگه اشتباه نکنم و خیلی ترک گنگیه حتما گوش کنید قدیمیه و چی میخواستم بگم آها میخواستم بگم که چقدر جای قاف خالیه مثلا دو سه سال پیداش نیست واقعا رپ کنه خفنیه بچه من از امنم مغز متفکر منم قاف تو که دیگه جی نیستم میگم قاف دوستش دارم از جی بیشتر میگم قاف هیچی نیستی پاشو برو میگم قاف سر پایین را تو برو میگم قاف تو که دیگه جی نیستم میگم قاف دوستش دارم از جی بیشتر میگم قاف هیچی نیستی پاشو برو میگم قاف سر پایین را تو برو شاید چون جی دقت کردی که کورسش رو میگفت که بقیه بخونه آره آره همه داشتن کورس رو بعد کسی جرأت نداشت نخونه اولش نمیخوندن فقط هیچ کس میخونه بعد دیگه بعد یه نگاه کرد دور و برش و گفتن آجی این یه دست اینجوری گرد اومدن همه دیگه بریم بعدی آقا خب بریم سراغ هشتمین فریستایل زیرخاکی از بهرام و گروه تن بده که اون موقع این فریستایل خیلی خفن بوده واقعا با استعداد بودن پلی کومر بابا خیلی استایل بهرام خوبه آجی واقعا پر رو با ادب یعنی اصلا کلن پر رو با ادب یعنی همین دیگه من خیلی دقت کردم شبیه توپاک استایلش آفرین خیلی آفرین. شبیه توپاک استایلش داره از ته دیافراگ میگن از اونجا از داره میخونه اعماق ته بریم
اینو ناگفته نماند که دوباره احسان آتور داره بیت باکس میزنه. بچه الان داشتم نگاه میکردم چون شک کردم نگفتم. دوباره احسان آتور داره بیت باکس میزنه. و فکر میکنم دوباره همون خونه است. شاید این مره خونه است. دیگه همه یه جا بودن دیگه شاید. ولی احسان آتور آقا چقدر تاثیرگذار بوده دقت کنین. الان ما چند تا فریستایل رفتیم توی فکر میکنم 80% بود. توی 70-80% بود. بریم. همین جای باز نکنه که بازی رو شروع کردیم و زمین های خاکی به دنیا رو از اینجا بیرم زیر سوال نمیشه اگه دور خورشید از زیر بابا اشاره من بکنم اعضای گروه تنبده هن اون موقع خب اعضاشون خیلی زیاد بود و نکته جالبش اینه که تنبده چند روز پیش اعلام کرد که داره به رپ بر میگرده و همین افرادی که دقیقا داریم میبینین کنار بهرام اون زمان میخوندن و خیلی رفیق بودن. اتفاق خفنی میتونه آره باشه. دوباره داره تنبده بر میگرده، امیدوارم با همون قدرت قبلیشون باشه. و یه نکته 100% حتی آره بیشتر از اون قدرت، شاید با افراد دیگه کمتریشون باشن ولی با همون قدرت حتی بیشترن. آره دیگه پخته تر هم شدن دیگه. یه نکته جالبی که تو این ویدیو بابک تیغه و ساچمم حضور دارن که اونا هم واسه خودشون اون موقع خیلی قول بودن. توی رهبت توی هم من معلومه که از بس یاد زدی کرد توی رک یا پیدوانم واسه یه پک مثل سک واسه منه الان تو دوتم تو رک. خب آجی اینم تموم شد. فقط یه سوال بچه‌ها، بهرامی که اون موقع تو لیبل دیوار بوده خفن‌تره به نظرتون یا الان که مستقل و لیبل پیلر رو تشکیل داده و این داستانا کدوم یکی؟ نهمین فریستایل رو از علی سورنا آوردیم، بریم ببینیم چیکار کرده. خیلی هم قدیمیه. من اصلا بدون دودم قدرم بلد فاش بدم تو رفت من اولی نفرم خفنم مگه دشمنی دشمن بخیر لگدم سقطن حاجی تو رفت اولی نفرم خفنم. چقدر داره فست میخونه، خیلی فرق میکنه. یکی دیگه است. دقیقا صداش رو نشناسی یکی دیگه است که هرچند صداش هم فرق میکرد. وای آجی چه آجی من دوست دارم بشنم، بذارید دوتا بکنم. پسر چه دولا چنگی داره میندازه. حالا این ور دولا چنگ میگن اون ور جامپ میگن، خیلی عجیب غریب و حاجی با این که من سبک الانشو بیشتر دوست دارم ولی خیلی خفن بوده. فکر کن الان بیاد یه ترک بده اینجوری فس همه رو دیس کنه. فس دیس اصلا رپ فارس کلن وای وای مشور روح مغزم تو به چشم من چغال و به حال فانی با حات و بالا که وقتی که میخوای بخوابی ترس داره بشی کلا تو دا بیهوش برد بارو بشیم بگوی دره فلا کی بود من در اصل یه فلسم که آلیاشم رپه واسه همینم خواستم آلی باشم پپه. من در اصل یه فلسم که آره میخواستم همینو بگم که آلیاشم رپه. ببین ولی همون تایم هم که علی سورنا هم خیلی سنش کمه، قشنگ معلومه خیلی سنش کمه، ولی همون موقع هم با اینکه داره گنگ میخونه و چه میدونم فلوازی میکنه بازم محتواشو داره. محتواشو داره و پانچایی داره مثلا جوز و اینطور چیزا، ولی خب در زمان خودش به نظر من خیلی خفن بود. بعد نکته جالبش هم از پشت فنس دارن فیلم میگیرن انگار یه ور دیگه تو اسارت مثلا. آره تو اسارت هم با وقت رپ تلپ این رپ تلپ 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 میشه بس بس دیگه چی؟ بس دیگه آجی خیلی خفن بوده. خیلی آقا اینو بگین به نظرتون علی سورنای اون تایم بالتر بوده که گنگ و فلوازی و یا علی سورنای الان؟ من که الانش رو دوست دارم ولی باحال بوده. نمیشه گفت الانش آره قبلنش نه. ببین جز معدود رپ کنایی که همیشه خوبه، همیشه خوبه. یعنی قدیم اصلا ترک ضعیف نداره فهم میکنم علی سورنا و پرچمش بالاست. امیدوارم که ترک اینجوری هم بخونه، نیاز بابا. خب آخرین ویدیو رو یه ویدیو خیلی قدیمی براتون انتخاب کردیم که فریستایل نیست ولی تمام رپ کنا توش هستن و خیلی خفنه. بریم با هم ببینیم. خوراکه آقا لگی تکیه شبسی داشت. آقا اینو برم چیکار کنم؟ نداشت خدافزی هیچ کس رو پیش رو هن الان پیش رو دارم خدافزی میکنم. آره وای این تتلو بود یه لحظه رد شد. تتلو این سوتی هم نمیشه حسام استپسون
قرمز اسام استپس. آره آره. گلان اسام استپس. آره آره. هیچ تغییر نکرد. سفیده علی اوج به نظره. علی اوج هستش آجی، این نیستش ولی میاد. چطور پیدا کردی؟ حسین تویی. تویی آره. بیا بریم همینجوری، من کش بدنم. آقا بریم همینجوری. بیا بریم همینجوری. فقط صداش آجی. اون حسین بود اون گوشه. یه لحظه حسین ابلیس. حسین اون زمان ابلیس. آره آقا خیلی عالیه، دست مالی چی بگیره آقا. خیلی ممنون. بعدش شدیم راه خو. آقا وای آقا خیلی ممنون. آقا خیلی ممنون. آقا چه جمعی سالاری حسین بکنم اونج آخرش نه نه حسین نه آره اون حسین نه این هستش این آدیو اوکی ولی اکثرا بیبی فیس بودن دیگه ولی هیچ کس بیبی فیس آخه به من نگاه کنم هیچ کس نه دارم میگم دیگه هیچ کس هیچ اخبه بی فکر حتی بکنم از بعد به تولد ولی ستون چقدر رپ کن خفن تو اون ویدیو بودن یعنی چقدر با هم بودن حاجی هیچ کدومشون نمیدونستن انقدر گنده میشن آره شاید یه سریاشون نمیدونستن آره. ببین هیچ کس تتلو پیشرو حسین ابلیس یا حسین الان حسین تویی مثلا تتلو اون زمان میدونسته که فول بادی میاد تتو میزنه و این داستان نه. یا هیچ کس آره. میره لندن یا حسین میره ارمنستان لیبل کاغذ باز چه خاطره بازی قشنگی بود ببین این فکر کنم هر کدومشون که نگاه میکنن ویدیو رو خودشون اعصابشون خورد بشه آره. چون یه دورانی رو از دست دادن که دیگه تکرار نمیشه مطمئنم تکرار نمیشه مگه اینکه معجزه بشه خب بچه ها این ویدیو هم تموم شد حتما لایک کنین و به ما انرژی بدین چون واقعا خاطره بازی قشنگی بود و خودمون که خیلی کیف کردیم و مطمئنم همچین حسی به شما هم دست داده باشه خب گنگستر اگه با این ویدیو حال کردین بگین از فریستایل‌های زیرخاکی بقیه رپ‌کن‌ها هم واسهتون بیاریم دمتون گرم که چنل رو ساب میکنید زنگوله منگوله بغلم بزنید که هر موقع ویدیو جدید گذاشیم نوتیفش واسهتون بیاد مرسی که تا اینجا ویدیو رو دیدین چش و چالی مخلصی تا ویدیو بعد